سازمان عفو بین از ترکیه، قطر، آمریکا و عربستان سعودی به دلیل تأمین سلاح برای پنج گروه از گروه های تروریستی موجود در سوریه انتقاد کرد. این سازمان بین المللی در گزارش خود گفته جبهه النصره، شاخه القاده در سوریه، احرار و شام، نور و دین زنکی، جبهه الشام و جوخه 16 هم گروه هایی هستند که در سوریه جنایاتی جنگی مانند آدم روبایی، شکنجه و اعدام های خودسرانه مرتکب شدند. این گروه های تروریستی افرادی مثل حقوقدانان، خبرنگاران و یا حتی کودکان را به جرم مذهب و یا انتقاد از اعمال این گروه های تروریستی دستگیر و شکنجه کرده و یا کشتند. فیلیپ لوتر رئیس دفتر عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا میگوید شهروندان بسیاری از روبوده شدن به دست تروریس ها به خاطر انتقاد از آنان یا عدم رعایت قوانین ای که تحمیل کردند حراس دارند و همچنین افزود اکنون در حلب و ادلب تروریس ها برای جنایات جنگی آزادی عمل دارند و با مسئولیت قوانین انسانی بین الملل را نقض می کنند. سازمان عفو بین الملل ضمن مستند کردن جنایات در حلب و ادلب که به دست جبهه النصره و متحدانش کنترل می شود از قدرت های جهانی خواست به گروه های تروریستی فشار بیاورند تا به این اقدامات خود پایان دهند.